به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و ایام به با کامتان باشد خب شاگردای عزیز و گرامی به درس ریاضی خوش آمدید مضمون ریاضی صنف نهم درست است ما شما قرار است که بخوانیم امروز خب شاگردای عزیز و گرامی پس مضمون ریاضی صنف نهم هستیم و فصل چندم فصل سوم هندسه تحلیلی درس چندم ما و شما میشه امروز درس پنجم ما و شما میشه درست است خب قبلی که ما بگیم در درس امروز ما چه عنوانه هایی را با همدیگه میخوانیم اول از همه باید بگیم که کارخانه گیری به ما روان کردین یا نه از چه طریق روان میکردین از طریق واتساپ نمبرش هم خودتان یاد دارین دیگه نه چی است دو سفر و درست خب اگر کدام سوال هم دارید کدام مشکل در حل کارخانگی دارید یا کدام پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز بریم درس امروز خود شروع کنیم ما و شما در درس امروز چه عنوان هایی رو میخوانیم دو عنوان میخوانیم اول چرا میخوانیم شکل عمومی معادله خط مستقیم میخوانیم اگر یادتان باشد ما و شما فرم یا شکل استاندارد یک معادله خط مستقیم خواندیم صحیح و آلی چه شکل عمومیش رو میخوانیم که ما در سر تخته بر نشان میدیم شکل عمومی به چه, شکل به چه صورت است و شکل استاندارد به چه صورت است صحیح و یا رو باید بتون با هم تبدیل کنیم فرم چه رقم شد دیگه و بعد از او سیستم معادلات خطی رو میخوانیم که ما شما تعریف میکنم به شما تعریف میکنیم که سیستم مدل خطی چی است و چند روش برای حل از او داریم که باز روش های بعدی را در درس های بعد انشاءالله ما و شما میخوانیم درست است؟ <applause> خب شاگرد های عزیز و گرامی پس درس ما و شما چی هست؟ امروز شکل عمومی معادله خط مستقیم به چه صورت میباشد؟ پس نوشته کنم شکل عمومی معادله خط دیگه خط که بگیم خط مستقیم است منظور ما این ما و شما گفتیم قبلا نه پس شکل عمومی معادله خط اگر یادتان باشه در درس های گذشته شکل استاندارد یا فرم استاندارد به این شکل بود دیگه نه به این صورت بود وای مساوی است با MX جمع بی به عنوان مثال وای مساوی است با سی سیست یه چی است فرم استاندارد است فرم استاندارد دقت کنید چاگرد عزیز وای یک طرف مساوی است و عدد دیگه طرف مساوی است باشد وای یک طرف مساوی است دیگه کلش یک طرف است و به وای ما و شما یک است دقت کن عدد در وای ضرب شده یک است ایج عدد نوشته نکردیم یک است دیگه اینو خب میفهمیم پس اگر دو باشد باید همه تقسیم به دو کنیم صحیح که اونو دو خلاف شود پس ضریب وای ما و شما یک باشد میشه چی و وای یک طرف باشد دیگه یک طرف تساوی باشد میگیم شکل استاندارد رو خواندیم در سایه گذشته این مثالش است اما بعضی وقتا سوال ما و شما به شک نیست استاندارد نیسته. اگر ما و شما کل عناصر در یک طرف بیاریم یک طرف صفر بمانه با اون میگیم شکل عمومی سیست شکل عمومی به عنوان مثال امیر ما کلش بر بیارم چی میشه سیکس لایو انتقال بدیم میشه منفی سیکس مثبت دو رو میبرم انتقال بدیم میشه مثبت دو پس به شکل تبدیل میشه پس میشه وای منفی سیکس مثبت دو مساوی است با صفر سیست و دقت کن شاگرده عزیز نکته بسیار مهم است معمولا اول X نوشته میکنید بعد Y نوشته میکنید پس اینو میتونید به شک نوشته کنید من اول این ایکس نوشته میکنم یعنی منفی 3 ضرب X است پس میشه منفی 3 X یعنی Y علما نظر علما شیا از یک مثبت است دیگه مثبت یک Y یا یک نوشته کنید یا نوشته نکنید فرق نمی کنه جمع دو مساوی با صفر پس این میشه چه شکل عمومی این معادله خط پس این فرم استانداردش است و این فرم عمومی یا شکل عمومی است استاندارد عمومی یا رو باید بتونی به با هم تبدیل کنی خب اگر به شکل عمومی به ما و شما داد ما باید به با استاندارد بتونیم تبدیل کنیم چرا چون ما و شما مایل از دریافت میکردیم مایل چی بود یعنی ام ای ما ام شما چی بود ام ما و شما مایل است دیگه مایل خط صحیح است و یعنی بی ما و شما چی بود یا تان است ارض از مبدا مایل چی بود گفت میل ما و شما یا عدد است یک عدد است در اینجا چی است میل ما و شما سی است و او چی اون نشان می ده که خط ما و شما چه شیب دارد یا چقدر کج است هر چی یعنی میل ما شما بزرگتر باشد عددش بزرگتر باشد چی است مقدار کج بودنش خط ما شما زیادتر میشه صحیح است شیبش بیشتر میشه و ارز مبدا ما و شما چی یعنی که خط ما و شما محور عرضها محور عرض هم محور وای است صحیح محور وای در چه نقطه قطع میکنه دقیقاً اینجا عرض از مبدی ما و شما چند است منفی دو است یعنی مگه نمی گراف خط بکشیم خو یاد داریم بکشیم یک چارت میکشیدیم دو نقطه به ایکس دو عدد میدادیم وای دریافت میکردیم نه میرفتیم میکشیدیم این یاد داریم پس این مگه گرافش بکشم 100 درصد 100 درصد محور وای در نقطه منفی دو قد میکنه صحیح یعنی ما و شما اگر بکشیم خط یعنی محور وای ما شماست در منفی در منفی دو قد میکنه پس خط ما به تر میشه دقیقاً از اینجا تر میشه صحیح چون ارزان مبدا ما شما منفی دو است پس ارزان مبدا معنایش است اما شاگرد عزیز دقت کنید اگر پس فرم شکل عمومی معادل خط ما شما به این شکل است دقت کنید ما فرم عمومیش نوشتن میکنم فرم شکل عمومیش نوشتن میکنم میشه ax جمع by جمع c مساوی است با صفر پس ضریب x ای میگیریم ضریب وای که الان یک است بی میگیریم و او عدد ثابت عدد آخر ما و شما سی میگیریم سیست او برم باید چی باشد صفر باشد پس این میشه شکل عمومی معادله خط سیست پس این شد شکل استاندارد این شکل عمومی خب شاگردای عزیز اگر شکل عمومی به ما و شما بده ما و شما باید چی کنیم به استاندارد یاد داریم تبدیل کنیم دیگه نه مثل معادله است دیگه امیر ما اگه بخوایم تبدیل کنم یعنی 3 و دور رو و دو انتقال میدم سیس وای یک طرف باشد ذریب وای باید یک باشد اگر ما وای ما شما ذریب داشت اطراف تقسیم برامون ذریب میکنیم تا خلاف شوه یعنی به باید بتونیم تبدیل کنیم که میتونیم و وقتی که شکل عمومی به و شما میتونیم میگم مایل دریافت کو باید به شکل استاندارد تبدیل کنه و ذریب ایکس ما شما در اینجا چی میشه میشه مایل خط دقت کن در اینجا ظریف ایکس ما و شما خط نمیشه ها مایل خط ما شما در این منفی سه نیست غلط است باید در شکل استاندارد تبدیل کنه و در شکل استاندارد ظریف ایکس میشه میل خط ما شما در شکل استاندارد دونو عدد تنها میشه چی عرض از مبدع ما و شما در اینجا چی مثبت دو هسته باشه خب اما من یک نکته میگم که از روی همین شکل اومی ما و شما بتانیم چی کنیم ما و شما بتانیم میل و عرض از مبدع بتانیم دریافت کنیم بدون که تبدیل کنیم سیست پس مل دهی حالت دهی حالت مل این ما و شما چی هست است دیگه حالت میشه منفی ا بالای بی سه است؟ پس منفی A بالای بی اگر ایره بسازیم چی میشه میل ما شما میشه ورز از مبد ما پس این میل بود دیگه میل ورز از مبدع ما شما چی میشه در اینجا نوشته میکنم. عرض از مبدع از از مبدع ما شما چی میشه میشه منفی سی بالای بی سیست باید پشتر نوشته کنم که پانی بیر بالاتر نوشته کنم بالای بی و اینجا چی میشه عرض نمیده ما و شما میشه منفی C بالای B. سعیست؟ پس اینی میشه عرض از مبدع اینی میشه میل خط ما و شما در می سوال میل ما و شما چی میشه؟ منفی ای بالای بی این منفی از خود فرمول است فکرشتان منفی ای ما و شما چی هست؟ منفی سه است؟ ای چی بود؟ ذریب ایکس است دیگه پس میشه منفی منفی سه اگه دایی میشه منفی از خود فرمول ای ما و شما منفی C است. بالای B. B چی اینجا؟ B ذریب وای است. وای ما اون شما ضریب چند است یک است بالا یک و جواب چی میشه منفی در فی مثبت سه بالا یک میشه سه دقیقا انمی مایل میشه سهیست فهم دیگه رقم شد نه و عرض مبدا ما شما چی میشه منفی سی بالای بی منفی سی یعنی منفی از خود فرمول است سی ما و شما سی ما و شما یعنی عدد آخر است عدد آخر ما شما چند است دو است پس منفی یعنی منفی از فرمول میشه منفی دو بالای بی ما و شما ضرب وای است یک است پس چی میشه پس میشه منفی دو بالا یک که اگه اختصار کنه میشه منفی دو سیس پس دقیقا ارز مبدی ما و شما منفی دو است در اونجا منفی دو میشه سیس پس دو را داریم اگر معادله ما و به شکل عمومی باشد شکل عمومی معنایش چی است یک طرف تساوی ما و شما صفر است دیگه یک طرف هست. است سیس شکل عمومی و اگر باشد اگر شما بخوای میل در راه رای که توی چی کنه؟ شکل عمومی رو به استاندارد تبدیل کنی صحیح و در آخر با چی میکنه از روی استاندارد میل و عرض میتونیم دریافت کنیم اما راه دوم این از فرمولا استفاده میکنیم صحیح میل ما شما چه میشه منفی ای بالای بی صحیح این منفی از فرمول ای ما شما چی است ای ما و شما ضریب X است دقت کنه میشه و بی چی است ضریب وای و سی چی است او عدد تنها که آخر میمانه فام نیچی رقم شد دیگه نه پس ما شما شکل عمومی معادل ختم هم میدیم شکل استاندارد هم یاد داشتیم حالا از روی شکل عمومی هم ما شما میتونیم چه کنیم مایل ورز از مبدا را دریافت کنیم درست است خب اما شاگرد از دقت کنید پس شکل عمومی رو فا سوال امتحان به چه شکل می آید دو تا به ما شما این یک نکته داشتیم از قبل اگر ما شما دو خط داشته باشیم میلای او با میلای خط اول با خط دوم چی باشد مساوی باشد نتیجه میگیرید دو خط ما و شما چی است موازی است درست است دقت کن شاید این نکته است نه ما شما اگر دو خط داشته باشیم شاگردای عزیز دقت کن دو خط داشته باشیم این خط و این خط دو خط داریم که با هم موازی است 100 درصد میلایشان با هم چی است مساوی است میل چی بود اما شی به خط مقدار کج بودن خط ما و شما نشان میداد یعنی که شما گفتم دیگه میل از این مثلا دو باشد میل از این چی میشه دو میشه 100 درصد پس دو خط با هم چی است مساوی است اگر نکته شاگرد عزیز دو خط داشته باشیم که مایلش با هم مساوی باشد ارز از مبداهایشان با هم مساوی باشد یعنی یعنی میل که با هم مساوی است ارز از مبداهایشان مساوی باشد یعنی دقیقاً ارز از مبدا از این خط مثلا چند است مثلا یک است اینی هم اگر یک باشد پس 100 فیصد رای دیگه نداره ای, ای هم باید 100 فیصد بیا چیکار کنه دقیقا روی همین خط رسم شوه که و چی شود از نو هم یک شوه یعنی دو خط ما و شما چی میشه منطبق میشه روی هم قرار میگیره صحیح پس اگر فقط میلها با هم مساوی باشد ارز مبدا مساوی نباشد میگیم دو خط موازی اگر علاوه بر میلها ها عرض از مبدا هم با هم مساوی باشد میگیم دو خط با هر هم چی هستن منطبق هستند. دقیقا روی هم قرار دارد صحیح شد فامیل چی شد دیگه نه اگر مایل ها مساوی نبود مایل ها مساوی نبود میگیم دو خط چست است متقاطع است هم را قد میکنه مثلا یک تا شیر رقم یک تا شیر رقم صحیح است می هم دیگه چی میگه در یک نقطه قد میکنه فامیل متقاطع برش میگیم صحیح پس این نقطه را ما قبلا خواندیم دیگه اگر دو خط ما داشته باشیم مایل های از دریافت میکنیم مایل مساوی بود هر دو میل با هم مساوی بود خب باید بریم چک کنیم که چی آیا ارز از مبدا مساوی است یعنی اگر ها مساوی بود ارز از مبدا مساوی بود میگیم دو خط با هم منطبق هستند و اگر میلها ها مساوی بود ارز از مبدا ها مساوی نبود میگیم دو خط موازی هستند صحیح و اگر میل ها با هم مساوی نبود میگیم دو خط چی است متقاطع هستند یعنی همدیگر در یک نقطه قطع میکنند درست است یک نکته دیگه هم داشتیم حالت تقاطع دو خط متقاطع اگر داشته باشیم اگر دو خط ما و شما چی باشد زاویه بینش 90 درجه باشد میگیم عمود بر هم هستند و او چه رقم بود مایل اول در مایل دوم اگر ضرب کنیم جوابش منفی یک میشد درست است این نکته رو خداشیم در سایه قبل خواندیم خب دیگه فامیل چه رقم شد دیگه نه خب اما امی سوالار اگر در شکل عمومی باشد چه رقم میشه در شکل به ما شما شکل عمومی داده گفته که شما بگین آ این دو خط چه حالت دو خط به هم نظر به هم چی است متقاطع است موازی است منطبق است یا عمود بر هم هستند کدام میشه خب یک رایش هست که ما و شما بیایم دو خط معادله به شکل چی استاندارد تبدیل کنیم و از روی استاندارد میفهمیم اما ما میخواهیم که بدونی که به استاندارد تبدیل کنیم از روی خود همی بفهمیم صحیح خب شاگردای عزیز و گرامی پس ما چی میکنم؟ میگم که اگر ما و شما دو خط داشته باشیم در شکل عمومی شکل عمومی اول ما و شما چی شکل عمومی به این شکل بود دیگه بود AX جمع BY جمع سی مساوی است با سفر سیست حالا چون میخوام خط دوم نوشته کنم میرم میگرم ای یک بی یک سیست a A1 جمع بی یک وای جمع سی یک مساوی است با سفر و خط دوم ما و شما چی باشد؟ a A2 X جمع b دو وای جمع سی دو است با صفر دو خط ما و شما داشته باشیم خب گفتیم که اگر ما و شما چی بخوایم بفهمیم دو خط نظر به هم چه حالتی دارند موازی هستند منطبق هستند متقاطع هستند یا اگر متقاطع هستند چه رقم عمود بر هم هستند یا یعنی؟ گفتیم باید چیکار کنیم باید میلاش دریافت کنیم پس میلا از این میتونیم به شکل استاندارد تبدیل کنیم یا از اون فرمولی که گفتیم میلاش دریافت کنیم صحیح اما من میخوام یک راه دیگه هم برات میگم که ما و شما اگر بیایم دقت کن شاگرد عزیز اینی ای ا یک بالای ای دو بانیم ا ای یک بالای ای دو بانیم صحیح و بی یک بالای بیدو دو بانیم بی یک بالای بیدو دو بانیم این مساوی شوه صحیح یعنی هر مساوی باشه اگر مساوی نشد که میگیم دو خط چی است متقاطع است بسیار آسان ای یک بالای ای دو ضرب بالای ضرب ایکس وای بالای ضرب وای سیست اینی اگر دو اینی کسر اینی کسر جور کردیم با هم مساوی نشد وقتی مساوی نشد میگیم چی است دو خط هست متقاطع هستند اما اگر مساوی شد اگر مساوی شد مهم چی میکنیم با سی بالای سی دو میمانیم سی بالای سی دو یا مساوی بود یا اردو مساوی نبود یعنی ای اردو مساوی با... با نسبت آخر مساوی نشد میگیم دو خط ما و شما چی هست موازی هستند یعنی همدیگر قطع نمیکنن اما پس چی شد دو خط موازی سعیست اما اگر ما شما آمدیم ای یک بالای ای دو و دیدیم که اینی با بی یک بالای بی دو مساوی بود و ایام با سی یک بالای سی دو مساوی بود چی میشه؟ دو خط امو... چی میشه؟ منطبق میشه روی هم میشه پس دو خط منطبق میشه صحیحست یعنی دقیقا روی هم قرار داره و اگر آمده ما و شما ای یک بالای ای دو مساوی نشد با بی بالای بی دو صحیحست این مساوی نشد و نتیجه هم بگیرم دو خط ما و شما چی هست متقاطع است یعنی سی یک بالای سی را چک نمیکنیم. کنیم که مساوی نشد میگیم دو خط متقاطع است پس دو خط ما و شما چی میشه؟ دو خط متقاطع. فهمیدید؟ خب در حالتی که دو خط ماشون متقاطع است، باید چه کنیم؟ زاویه 90 درجه یعنی زاویه بینش 90 درجه است یعنی در رو در صورت چی میکنیم میریم مایلار دریافت می‌کنیم. مایلار که دریافت کردیم در هم ضرب کردیم. اگر منفی 1 شد میگیم چفت زاویه بینش 90 درجه است و دو خط بر هم عمود هستند. مایل چقم دریافت می‌کنیم؟ میل گفتیم دیگه منفی e بالای b بشه مایل فاست منفی e بالای b بشه مایل رو گفته بودیم یک فرمول گفتیم سه است. پس در حالت شکل عمومی معادله خط ما شما این رقم میتونیم بفاهمیم خط ما و چه حالت های نظر به دیگر دارند درست است پس ای یک بالای ای دو بی یک بالای بی دو سی یک بالای سی دو. اگر یه اردو مساوی نشد در حالت که میگیم چی است دو خط متقاطع است سی یک بالای سی در چک نمی‌کنیم. کنیم دو خط متقاطع است و اگر برای که بفهمیم آیا 90 درجه زاویه بین باید بریم چی میلاش رو دریافت کنیم و میلار در هم ضرب کنیم ببینیم جواب منفی نشه یا نمیشه خب اما اگر یک بالای دو مساوی با یک بالای بی دو مساوی شد اما یار دو با یک بالای سی دو مساوی نشد میگم دو خط چی هستند موازی هستند یعنی هیچ نقطه مشترکی نداره هیچ وقت هم دیگر نمیکنند و حالت دوم یک بالای ای دو بی یک بالای بیدو، دو سی یک بالای سی دو ارسه اینا مساوی باشه دو خط چی هستند منطبق هستند دقیقا روی هم قرار دارد یعنی چند نقطه مشترک دارد لا تناهی همه نقاطشون چون با هم دیگه چی هست مشترک هست چون روی هم قرار دارند دیگه صحیح و در حالت دوم که متقاطع بودن چند نقطه مشترک داشت یک تا نقطه مشترک داشت صحیح است پس چی شد شکل از روی شکل عمومی معادله خط ما شما میتونیم حالات دو تا خط بفهمیم خب من تختار پای میکنم یک مثال کار میکنم صحیح یا در اینجا میتونیم نوشته کنیم ما در اینجا نوشته میکنم با خط اول ما شما به این شکل است فکس جمع 4 وای مساوی با 5 و خط دو ما شما چند است به این شکل است 4 ایکس 3 وای مساوی با منفی 1 خب شاگرد عزیز گفته که یعنی دو خط شما بگین که نظر به یک چه حالاتی دارن کدام از این درسی میشه صحیح اول, اول اول اصلا باید چی کنیم شکل عمومی کنیم یعنی یک طرف صفر باشد پس یعنی 5 دای برای انتقال بدیم بشه منفی 5 مساوی با صفر یعنی منفی یک دای انتقال بدیم میشه مثبت یک مساوی با صفر صحیح پس من چی میکنم یار انتقال میدم و اگه انتقال بدم جایم نداره پس من میتونم بهش شکل انتقال بدم این دای انتقال بدم شوا منفی 5 مساوی است با صفر این اگه انتقال بدم میشه مثبت یک مساوی است با صفر صحیح مثبت یک مساوی است با صفر فهمید چی رقم شد دیگه نه خب ای یکی ما و شما چند است سه ای دو ما ای دو چند است 4 سه بالای چار پس باید بسازیم پس من میایم چی میکنم ای یک بالای ای دو میسازم ای یک بالای ای دو چند میشه سه بالای چهار بی یک ما و شما 4 است بی یکم بالای بی دو میسازم بی یک بالای بی دو سه است بی یک بالای بی دو چند میشه بی بالای بی دو میشه چه منفی سه بالای چهار ببخشید چهار بالای منفی سه, سه است پس چهار به یک ما شما چهار نیست دیگه یعنی وقتی یک باشه این به یک است دیگه چهار بالای منفی سه آیا این هر دو با هم مساوی است سه بالای چهار با چهار بالای منفی سه مساوی است میگیم نه خیر مساوی نیست پس چی است حالت آخر شد پس دو خط چی است متقاطع است پس در نتیجه دو خط متقاطع است دو خط ما شما متقاطع است خب شاگردان عزیز اگر اینی با هم مساوی میشد باید ما میرفتیم فیاک بالای سی چک میکردیم دیدیم مساوی میشد اون که اینی دو حالت میشد صحیح پس فعلا حالت سه ما شما شده دو خط متقاطع است آلی که دو خط متقاطع است آیا زاویه بینش 90 درجه است یعنی بر هم عمود هستن یا یعنی؟ گفتیم باید چی کنیم باید بریم میلش دریافت کنیم من میل یعنی خط دریافت میکنم مایل خط اول این پیشش نوشته میکنم ام ما شما چی میشه فرمول چی بود بود منفی E بالای B درست است که به شکل هست. منفی ای ما شما چند است ای چی هست ضریب پس میشه منفی چار بالای بی ما و شما چند است بی ما و شما منفی سه هست که منفی و منفی خلاص میشه میشه 4 بر سه اما میل خط دوم میل خط دوم میل کنیم میشه البته ایره ما غلط اول است میل اول از بالا با رو پس به با خط بالا پس منفیه. ما شما سه هست. پس میشه منفی سه بالای بی ما شما چهار است پس منفی سه بالای 4، است اما مایل دوم مایل ما دریافت کنیم این, این از کن. این مدل مایل دوم است خط دوم. پس میشه منفی ای منفی چهار است بالای بی بی ما شما منفی سه است که این منفی و منفی خلاص میشه چند چهار بر سه پس مایل از ای خط بالا شد منفی سه بر چار، مایل خط پایین میشه چار بر سه خب عالی مایل ها رو در هم ضرب کنیم اگر منفی یک شد دقیقا دو خط بر هم چی هستن عمود هستن اینو خب قبلا کار کردیم دیگه نه اگر شما منفی 3 بر 4 در 4 در ضرب کنی 3 با 3 خلاص میشه 4 با 4 خلاص میشه میشه منفی یک دقیقا دو خط چی میشه عمود میشه دو خط متقاطع است که چه زاویه بینشون 90 درجه است از روی مایل فهمیدیم نه فهم نشه رقم شد دیگه نه پس متقاطع نوشتم کنم عمود بر هم صحیح چرا بر هم است از روی میلش وامیدیم خب پس شاگرد عزیز و گرامی دقت کنید بسیار آسان شد دیگه نه اگر ما و شما دو خط داشته باشیم به شکل عمومی به شکل عمومی باشد یعنی با این سه حالت دریافت میشه باید ببینیم کدام از این سه حالت میشه و میتونیم نتیجه بگیریم که کدام حالت دو خط نظر به دیگر داره درست است خب شاگرد عزیز و گرامی پس شکل عمومی معادله خط مستقیم ما و شما کار کردیم و فهمیدیم به چه شکل است دیگه به چه صورت است پس من تیک میکنم پس این هم خلاص شد اما سیستم معادلات خطی سیستم معادلات خطی چی است بریم سر تخته و بر تشریح کنیم که بچه ما میگیم سیستم معادلات خطی درست است پس بریم سر تخته. سیستم معادلات خطی درست است پس من نوشتن میکنم سیستم معادلات خطی این چی است سیستم معادلات خطی به چه شکل است دقت کنید معادلات یعنی دو معادل است خطی یعنی معادله خط ما شما دو معادله خط داریم خط مستقیم صحیح است در سیستم کمیات وضعی هم شکل میکشم دقت کنید شاگرد عزیز اگر ما شما دو خط داشته باشیم این دو خط سه حالت نظر به یکدیگر داره اما خواندیم دیگه نه گفتیم این دو خط یا موازی هستند یا منطبق هستند یا متقاطع هستند درست است در حالتی که متقاطع باشد یعنی این خط ما و شما باشد این دو خط ما و شما باشد خط ال و خط ال2 صحیح خط اول و خط دوم ما شما خب خط اول ما شما یک چیز داره یک معادله دارد خط دوم هم یک معادله دارد صحیح خب وقتی که متقاطع باشند در یک نقطه همدیگر را قد میکنند درست است وقتی که متقاطع باشه در یک نقطه همدیگر را قطع میکنن خب این نقطه شاگرد عزیز دقت کنید این نقطه یک تا X دارد و یک تا وای دارد مختصات دارد دیگه یک نقطه در سیستم کمیت وضعیه یک ایک ایکس دارد یک دا وای صحیح است ایکس در محور ایکس وای در محور وای خب عالی این نقطه تقاطع نقطه است که هم روی نقطه هم روی خط ال1 است و هم روی خط ال2 صحیح است چون این نقطه نامش من بگیرم نقطه پی هستن نقطه پی فرق ما میکنه نقطه پی ما و شما چون روی خط ال پس مختصات از یعنی ایکس و وای از یک دو عدد هست دیگه به عنوان مثال یعنی هسته سه یعنی هسته دو سیست یعنی سه ما بیایم در خط اول به جای ایکس در معادله خط اول به جای سه بونم به جای وایش دو را بونم تساوی برقرار میشه 100 درصد صدف. چون بالای خط اول قرار داره این قبلا گفته بودیم نه می میگفتیم که مختصات نقطه بالای معادله خط صدق میکند یعنی چی یعنی راست میگه معنایش است که یعنی بریم چی کنیم به جای در معادله خط به جای x بونیم 3 به جای y بونیم 2 تساوی برقرار میشه 100 درصد چون نقطه بالای خط اول قرار داره چون نقطه بالای خط دوم قرار داره نقطه تقاطع نقطه است که هم بالای خط اول و هم بالای خط دوم قرار داره صحیح است پس در معادله خط دوم هم صدق میکنه یعنی در معادله دوم هم ما و شما به جای x بانیم به جای وای دو بانیم مساوی برقرار میشه صحیح است که نقطه تقاطع یعنی خاصیت ما داره 100 درصد که چون نقطه تقاطع است بالای هر دو خط قرار داره پس مختصادش در هر دو معادله خط چی است صدق میکنه تساوی برقرار میکنه فهمید چرا رقم شد خب شاگرد عزیز حال اگر ما و شما بیایم همین مدل خط اول و مدل خط دوم نوشته کنیم و در چی بندازیم؟ در یک قوس کلان یعنی ای یک. x جمع b یک y جمع c مساوی با صفر و a دو x جمع b دو y جمع c دو مساوی با صفر یعنی فرض کنیم چی باشد معادل خط اول و این معادل خط دوم داخلش یک قوس کلان انداختیم سه است به این میگیم سیستم معادلات خطی سیستم معادلات خطی یا بعض از کتاب میگه دستگاه دو معادله دو متحول که دقیقا x و y چی م... چی یک اکس موشن یک م... یک متحول است وای موشن هم یک متحول است اینو باید کار کنیم ولی فعلا فیس مدل خطی چی است این مدل یک خط است این خط است گفته این جوابش دریافت کو یعنی چی یعنی دقیقا همین نقطه تقاطع رو دریافت کو خب سوال ممکن است که دو خط ما شما موازی باشد هیچ و هم دیگر قط نکنند در اون صورت میگه مدل ما شما دستگاه سیستم ما شما جواب ندارد صحیح جواب ندارد چون دو خط ما شما چی است موازی است هیچ وقت هم دیگر قط نمیکنه اگر دو خط ما و شما منطبق روی هم بود در چه سیستم مادرات خط ما و شما لای تنهایی جواب دارد چون همه نقاط نقاط مشترک میشه به نهایت جواب دارد در حالتی که فقط متقاطع باشد یک تا دا جواب دارد این همین نقطه میشه یک و وای سیست آن یعنی در حالت که متقاطع باشد چه رقم دریافت کنیم چه رقم جواب دریافت کنیم فهمیدی چه شد خب پس نکته شاگرد عزیز اول چی میکنیم وقتی ما دو معادله خط ما و شما میته داخل قوس کلان میمانه به این میگیم سیستم معادلات خطی سیست و حالی وقتی به شکل رفت میگیره این رو بکش جواب رو بکش یعنی دقیقاً همین نقطه تقاطع رو تو پیدا کو ایکس چند است وایش چند است فهمیده چه رقم شد خب شاگردای عزیز اول باید تو چی کنی اول باید چه کنی که آقا نقطه تقاطع دارد یا ندارد یعنی مایلای اینا رو برو دریافت کنی یا همون نقطه که عمل گفتیم ای یک بالای دو وانی بی یک بالای بی دو سی یک بالای سی دو بی که آیا خطای ما و شما متقاطع است یا م... چی است منطبق است اگر موازی بود یعنی هیچ نقطه تقاطع نه هیچ نقطه مشترک ندارد میگیم سیستم جواب ندارد اگر منطبق بود میگیم لایه تنها جواب دارد چون بین نقطه مشترک دارد و در حالت که چی متقاطع باشه فقط یک نقطه مشترک داشته باشد جواب باید بکشیم پس این حالت سوم برای ما بسیار مهم است که چی میشه متقاطع است جا باید بکشید جا ما و شما چی میشه صحیح پس فهم چی رقم شد دیگه نه؟ پس ما یک مثال برات کار میکنم یک مثال برات کار میکنم دقیقاً بفهمی به چه شکل است از هم حالت سوم از همین حالت کار میکنم درست است خب شاگرد عزیز به عنوان مثال من یک مثال برات کار میکنم مثال گفته که چی است؟ اینی سیستم معادله تخطی را کار کن من در اینجا نمیشتم میکنم وای مساویسته با عنوان مثال وای مساویسته با دو ایکس منفی سه و وای مساویسته با چار ایکس مثبت دو سهیست؟ گفته ایر کار کن خب چی میشه؟ دو ایکس منفی سه چار ایکس جمع دو سهیست؟ خب گفته معادلات ولی اگه دقت کنی این هر دو به شکل چف به به شکل استاندارد است خب وقتی به شکل استاندارد باشد کار ما و شما آسان میشه اگر به شکل عمومی بود تو باید به شکل استاندارد تبدیلش کنی ها باشد پس اگر به شکل عمومی هم به ما و شما داد به شکل استاندارد تبدیل میکنیم خب شاگردای عزیز دقت کنید چه هم کار میکنیم این همین نقطه ما اول گفتیم باید ببینید که متقاطع است یعنی. خب مایل از درافت کو مایل از ازیم درافت کو مایل از چند است به شکل استاندارد مایل چی میشه ضرب میشه دو هست. در اینجا میل چند میشه؟ چهار میشه سعیست؟ آیا میلاش مساویست؟ میگیم نه خیلی دو است و چهار است پس میلا که مساوی نبود دو خط چی متقاطع است پس اینی حالت میشه پس من میل در یافت میکنم ام M1 شد دو و ام 2 ما شد چهار با هم مساویست میگیم نه خیلی پس در نتیجه دو خط ما شما متقاطع است پس میتونیم جواب بکشیم خب شاگرده چرا رو خم بکشیم؟ شاگرده دقت کنید. این نقطه نقطه چی است؟ تقاطع ما و شماست. چون این نقطه بالای هر دو خط است سیست هم در مختصات مختصاتش هم در معادل خط اول صدق میکنه هم در خط دوم حالا چی رقم دراف کنیم وای مسایست با دو ایکس منفی در اینجا وای مسایست با 4 ایکس جمع دو پس اگر به شکل شاگردای است به شکل عمومی هم بود تو باید به شکل ساندار تبدیل کنی وقتی به شکل استاندار تبدیل کردی وای مسایست با اینی اینی هم وای مساوی با ای. ار دو وای با هم چی مساوی است وای چون در نقطه تقاطع هم روی خط اول و هم روی خط دوم است پس این هر دو وای با هم مساوی میشه این وای که وای مساوی باشه پس این بر تساوی باید با این بر مساوی هم چی باشد با هم برابر شود پس دو ایکس منفی سه را با چهار جمع دو مساوی میمانم صحیح پس نتیجه میگیرم که دو من منفی سه مساوی است با چارکس جمع دو چهار ایکس جمع دو صحیح فهم چی رقم شد دیگه نه اول یک معادله میشه اکسار یک طرف عدد رو دیگه طرف انتقال میدیم و معادله رو حل میکنیم صحیح خب 4 ایکس دیگه ای بر انتقال داده بشه میشه منفی 4 پس یعنی 2 خودش منفی 4 ایکس مساوی است اون دو او بر خودش یعنی دا منفی 3 انتقال داده میشه مثبت 3 خب 2 منفی 4 مثبت است اون منفی است هم کم میشه علامه عدد بزرگتر پس میشه منفی 2 مساوی است دو جمع سه هم چند میشه پنج میشه اطراف تقسیم بر ضرب x ما و شما چند است منفی دو تقسیم بر منفی دو سه است خب اینی که خلاص پس x ما و شما چند میشه ما دا دای بر نوشتن میکنم پس x ما و شما x ما و شما چند شد x ما و شما میشه 5 بر منفی دو گفتم علائم منفی رو میتون در صورت بتیم سه است پس 5 بر دو یا اگر 5 بر دو اختصار کنیم میشه منفی 2.5 سه اکس است خب این ایکس شد ایکس منفی 2.5 است اما وای از رو چی دریافت کنیم این ایکس فرق من میکنه. تو دهی وز کنی یا دهی وز کنی ده هر کدوم از این معادلات وز کنی چون نقطه یکیست دیگه تو ایکس ده هر کدوم از این وز دریافت میشه من در کدام دریافت کنم دهی اولی دریافت میکنم سهیست به جای ایکس چند به جای ایکس منفی پنج بر دو پس وای ما و شما چی میشه چون جای نیست ده آخر نوشنا میکنم. وای ما او شما میشه دهی به جای ایکس از ای چی منفی پنج بر دو پس میشه داره منفی بر منفی بر دو منفی سه سه است منفی سه پس وای مساوی است دو زره این دو با دو اختصار میشه منفی پنج منفی سه منفی پنج منفی سه پس وای ما و شما هم چند میشه میشه منفی 8. سه است پس شاگرده عزیز و گرامی اکس ما و شما چند شد ایکس ما و شما شد منفی 5 بر دو و وای ما و شما شد منفی 8. سه است پس جواب اینی سیستم با ما و شما داده گفته جوابش بکش ایکس کشید منفی پنج بر دو و وای کشید منفی اشت. یعنی چی یعنی اگر شما بیاید دبدای مدل اول بجای ایکس بانی منفی 5 بر 2 بجای وای هم بانی برقرار میشه سیست در دوم هم به شکل است در اول نگاه کنید بجای منفی 5 بر 2 بان منفی 5 بر 2 ضرب در دو دو با دو اختصار میشه منفی 5 منفی 5 با منفی 3 میشه منفی 8 بر منفی 8 است بجای وای هم بود بانی 8 با منفی 8 مساوی است اما در مدل دوم به جای بان چند منفی 5 بر دو منفی 5 بر دو در 4 ضرب شود 4 با دو مخرج اختصار میشه میشه دو پایین ده میشه منفی ده منفی ده با دو میشه منفی هشت به جای وایش هم چند بانیم منفی هشت منفی هشت با منفی هشت مساوی است یعنی اردو دو معادله را همزمان به ما و شما حل میکنه صحیح است پس فامیدی سیستم معادله خطی به این شکل است به شکل عمومی اگه به ما و شما ما و شما باید چی کنیم؟ باید دقیقاً باید به شکل استاندارد تبدیل کنیم به شکلی استاندارد تبدیل کردیم از روی میل میفهمیم کدام حالت حالت متقاطع است یا حالت موازی یا حالت منطبق اگر حالت متقاطع بود به شکل ما شما کار میکنیم جواب میکشیم یعنی چی میکنیم وای با وای مساوی است یعنی سمت راست هر دو طرف با مساوی میمونه کار میکنیم ایکس دریافت میشه ایکس که دریافت کردیم ایکس ده هر کدام از هر دو با فرق نمیکنه وای میتونه دریافت کنی صحیح فهمید چرا رقم شد دیگه نه اگر اومدتون میلای از رو دریافت کردید و دیدید دو خط چی است دو خط متقاطع نیست یعنی موازی است هم دیگه وقت موازی باشد میگیم سیستم ما و شما جواب ندار چون هیچ وقت هم دیگر قطع نمیکنه و اگر دو خط ما و شما منطبق بود روی هم قرار داشت قرار داشت پس چی میگیم میگیم لا تناهی چی است جواب دارد چون تمام نقاطی که روی هم مشترکان دیگه درست دقیقا روی هم است به نقطه مشترک دارند جواب ما و شما به میشه فهم چرا هم شد دیگه نه حالا چرا هم رو دریافت کنه جواب بشه شما کار نداره به ایکس عدد بده وایش خود دریافت کو اما میشه چه جواب ما شد به هر عدد دلیل شد به شرطی که دو خط ما و شما چی باشد منطبق باشد دقیقا منطبق باشد میلاش هم یکی میشه عرض مبدش باید یکی باشه صحیح یعنی عملا دو خط دو خط ما و شما دقیقا روی هم قرار دارد به یک عدد بت وایش دریافت کنه میشه جواب هر عدد دلیل شد به هر عدد دلیل شد بت وایش دریافت کنه میشه جواب ما و شما ولی سوال ما و شما در امتحان عینی عزیز یاد میآید که دو خط چی است متقاطع است یک نقطه مشترک دارد میگه اون دریافت کو خب شاگردان عزیز و گرامی سیستم معادلات خطی پس به این شکل است اما راه حل های دیگری ما و شما داریم علاوه بر ازیا یورک فامین چه رقم شد دیگه علاوه بر اینها راه حل های دیگه ما و شما داریم که در درس های بعد میخوایم. روش افنا داریم روش تعویضی داریم صحیح و این ای روش هم چی میگیم روش ترسیمی در اصل گفته میشه یعنی ما و شما باید اول خط بکشیم بعد نقطه تقاطعش دریافت کنیم ولی خب این یک روش بسیار آسان است دیگه گفتیم چیکار میکنیم به شکل استاندارد تبدیل میکنی وای با وای مساوی است یعنی هر رو با هم مساوی میمونه ایکس دریافت میکنه ایکس در هر کدوم از یابانی وای میشه دریافت میتونیم بکنیم صحیح است فهمید چه رقم شد پس سیستم معادلات خطی هم گفتیم چی است و در چه صورت جواب دارد در چه صورت جواب ندارد در چه صورت لای جواب دارد درست است و کار کردیم پس سیستم مدل خطی را من ما تیک مارک میکنم این ما شما خواندیم خب شاگرده عزیز و گرامی کارخانه چی هست؟ تمرین های صفحه 74 و 78 کتاب را باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم هست 20964 780 درست است. اگر کدام سوالی دارید میتونید با ما در ارتباط شید در سر همین نمبر خب شاگردای عزیز و گرامی پایان درس پنجم از فصل سوم درس پنجم فصل سوم ما شما خلاص میشه بخیر در, در درس بعد درس ششم ما شما میخوانیم درست است خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم